دم الله. سلام سلام آرمین جان و سلام به همه دوستای خوم و تو جمهوری بی خدایان. خوبی؟ آره خوبم، صدا من داری؟ آره آره آره، مرسی که میدی بالا. البته من امروز شاید اینترنت هم خیلی خوب نباشه. بعد صدا خوبه؟ پول بیشتر میدادیم. آره، در مورد این آمارها یه نکته رو من میخواستم بگم، اینه که خب اینجوری با که مثل امیددانه ما میخوام بگیم، خب مثلا آماری که در مورد انتخابات ایران بود، خب ما هم آمار رسمی ایران رو قبول نداریم. حالا قبول نداشتن ما هم که به این صورتی که چون از جمهوری اسلامی ما خیلی دروغ شنیدیم، دروغایی هم که گفته، نه اینکه مثلا فقط به مردم ایران گفته باشه، دروغ‌های جهانی بود. مثلا در مورد هواپیمای اوکراینی اومد 3 روز به کل جامعه جهانی دروغ گفت. خب گفتیم اون دفعه هم که صحبت کردیم بودیم چون دروغ‌های زیادی شنیدیم ما نمیتونیم اعتماد زیادی بکنیم به آوارایی که جمهوری اسلامی بوده. ولی خب مثلا از حالا دولت آمریکا نمیگم دروغ نمیگن، ولی اینجوری مثلا در سطح جهانی دروغ من نشنیدم تا حالا. یه موضوع اینه. خب آمارای خود جمهوری اسلامی هم چیزیست. بعد در مورد منافع ملی صحبت میکنه، خب منافع ملی ایران رو من فکر نمیکنم هیچ دولتی برنامه جمهوری اسلامی نقض بکنه. آره ببین، اصلا دولت آمریکا اگرم انگیزه وجود نداره که بیاد اینا رو دروغ بگه. خب دولت آمریکا کاره، ببین من دولت آمریکا کاره اشتباه زیاد میکنه، ولی روش های کار اشتباهشون فرق داره. میروزم چه؟ یعنی این که آره منم همین رو دارم میگم. دلیل یعنی این که مثلا آمریکا، اصلا دولت آمریکا کار مثلا ما که از دولت آمریکا که نقد میکنیم، مثلا فکر ما اگه بگیم که دولت آمریکا دلیلی نداره که بیاد این عدد رو دستمالی بکنه، فکر میکنم بعضیا فکر کنم مثلا ما خیلی مثلا عاشق دولت آمریکا هستیم، برای همین مثلا میگیم که دولت آمریکا مثلا انقدر خوبه که امکان نداره اینا بیان ما رو دستمالی کنن. نه، دولت آمریکا ما همون دولتیه که میاد از عربستان، ما نقد میکنیم که داره از عربستان دفاع میکنه توی مثلا جنگش با مردم، توی مردم غیر مسلح، بچه و زن و بچه توی یمن رو دارن لاتپار میکنن، با عربستان با سپورت دولت آمریکا این کار کرد. یعنی ما این حرف رو میزنیم، ما که مثلا دولت آمریکا رو معصوم که حساب نمیکنیم که مثلا بگیم اینا هیچ وقت هیچ کاری نمیکنن. ما اتفاقا خیلی به شدت از دولت آمریکا نقد میکنیم، ولی کارای اشتباهی که مثلا دولت آمریکا میکنه و ما نقد میکنیم، ما میدونیم تو چه چیزایی رو چه کارایی را انجام میده که مثلا قابل نقد است، که به شدت هم قابل نقد است. این چیزی نیست که دولت آمریکا بیاد مثلا بگه که ای من مردم دنیا فکر نکنم مثلا ما زیاد بیشتر از اون که هست مثلا پلیسمون آدم میکشه، بیان بریم آمار رو عوض بکنیم. نه ببینید، شما این کارای جمهوری اسلامی هست، این چیزی نیست که این کار اشتباه اون از اون کار اشتباهی که مثلا دولت آمریکا اصلا امکان نداره. ببینید یعنی این از اون چیزایی نیست. اصلا ببینید تعداد کسایی که مثلا تعداد مؤسسه هایی که به طور مستقل این آمار رو میگیرد به غیر از خود دولت آمریکا اینقدر زیاد هست که اگه یه کسی بخواد بیاد دستکاری بکنه، اصلا میدونی چه فاجعه ای میشه که مثلا یکی دولت، مثلا یه کسی بتونه بیاد یک مؤسسه مستقلی از دولت آمریکا بتونه بیاد اثبات بکنه که مثلا دولت آمریکا اعدادای رسمیشو به طور عمد اومده عوض کرده برای تبلیغات دولت آمریکا. اصلا میدونی اصلا خیلی کسی اگه واقعا یه همچین تصوری داشته باشه و ندونه که هزینه یک همچین کاری، ریسک هزینه یک همچین کاری برای کسایی که مثلا این بخوان همچین دستمالی تو آمار بکنن، هزینهش چقدر بیشتر برای سودی که اصلا وجود نداره. من میگم اصلا چه سودی؟ ببین دولت آمریکا دیگه از این گذشته که بخواد بیاد تبلیغ بکنه که با دستمالی اعداد بخواد بیاد تبلیغ بکنه. میگم تبلیغ میکنه دولت آمریکا خودشو، ولی دیگه به یه جای دیگه رسیده که ببین مثل یه دولت عقب افتاده یه جمهوری اسلامی یا ونزوئلا اینا نیست که از این روشا بخواد استفاده کنه. روشاش فرق میکنه. بفرمایید زن بلوخ، من زیاد سوال. آره من با شما موافقم، اینها آمارهایی که خب اونا میدن، دستکاری کردن این آمارها براشون خیلی کار سخته، به خاطر اینکه خیلی شبکه‌های حالا بی‌طرف یا مستقلی وجود داره
که سخت میکنه کارا براشون. ولی من فکر میکنم که این آماری که وجود داره برای آمریکا، چرا مثلا آمریکا نسبت به کشورهای جهان اول خیلی آمار بیشتری رو داره، من فکر میکنم به خاطر اینکه خب مردم آمریکا، یعنی اون جمعیتی که اسلحه داره نسبت به کشورهای دیگه خیلی زیاده، خیلی بالاه. برای همین خب من همین گفتم. آره من دارم در تایید حرف شما میگم. میگم چون آمار جمعیتی که اسلحه دارن در دنیا بین کشورهای دنیا در آمریکا من فکر میکنم خیلی باید بیشتر باشه. برای همین خب پلیس باید در خودش بتونه محافظت بکنه. این یه نکته است. بعد اینکه امنیت، البته این دفاع نیست، این دفاع نیست، خودش هم نقده اینکه فرهنگ آمریکا اینقدر. خب همین میخوام بگم. میخوام بگم که اینکه برگشتی گفتی که مثلا این یعنی نشان دهنده اینه که امنیت نسبت به کشورهای دیگه پایینه، چون هرچی مردم بیشتر اسلحه داشته باشن یعنی نشان میده که امنیت پایین تره. این حرف تو من کاملا قبول دارم و به نظر من هم چیز خوبی نیست، ولی یک نکته مثبتی هم داره. یه چیز کوچیکی بگم، دو طرفی کار میکنه، یعنی هم ممکن نشان دهنده عدم امنیته، هم خودش، من بیشتر منظورم این بود که باعث عدم امنیته، یعنی که نه که نشانه عدم امنیته، باعث عدم امنیت هم هست. حالا من فکر میکنم نشانه هم باشه، چون وقتی که ببین شما نگاه کنید، وقتی توی جامعه شما احساس امنیت بکنی هیچ وقت نمیره اسلحه بخری، ولی وقتی که اسلحه میخری تو آمریکا فرق داره. تو آمریکا تو آمریکا فقط مردمشون، بعضی از آدماشون اصلا بین زن و اسلحهشون انتخاب میکنن بعضی موقع تو آمریکا، یعنی اگه بگم بچه تو بده یا اسلحه تو بده، بعضی هاشون ممکنه بچه هاشون رو بده. حالا اون داستان تاریخی منم تا یه حدی میدونم، آره حرفتو قبول دارم، ولی من فکر میکنم وقتی در یک جامعه امنیت خیلی بالا باشه، اکثریت مردم جامعه خب نیازی نمیبینن که بیاد مثلا اسلحه بخره. شما فرض کنید یه جامعه خیلی کوچیک مثل خانواده، وقتی توی این خانواده خیلی مثلا بخواد زد و خورد باشه، شاید یکی همش با خود یه چاقوی ورونور ببره، ولی تو خانواده معمولا کسی کارو نمیکنه، چون بین افراد خانواده امنیت وجود داره. و یه نکته دیگه که میخواستم بگم اینه که اکثریت جامعه وقتی اسلحه دارن یه خوبی هم داره، یه نکته مثبتی هم داره، اون حکومتی که وجود داره نمیتونه بیاد خیلی مثلا حکومت من قبول ندارم بیاد مثلا. خب شما نگاه کن مثلا الان توی مثلا این تظاهراتی که در ایران شد مثل آبان مثلا 98، خب اگر اکثریت جامعه اسلحه داشتن خب اسلحه میکشیدن روی حکومت، به این شکل هم نبود که مردم خیلی راحت عقب نشینی بکنن. یکی از دلایلی که مردم عقب نشینی میکنن چون ندارن اصله. شما خب دست خالی برای ایران ممکنه این درست باشه، ولی برای آمریکا از این چیزا گذشته. خب یعنی من فکر میکنم که شما فرض میکنین که مثلا مردم ژاپن مثلا خوبه که اسلحه داشته باشه که یه موقع دولت ژاپن مثلا دیکتاتوری نشه. خب دولت ژاپن دیکتاتوری نمیشه. خب نگر یعنی لازم نیست به همچین چیزایی. این اتفاقا مشکلات هزینه یک همچیزی. این حرفتون ممکنه برای ایران مثلا، شاید به نفع مردم ایران ممکن بود که مثلا بتونستن یه مقدار علیه دولتشون بتونن مثلا یه مقدار قدرتشون بیشتر بشه. خب ولی تو کشورهای پیشرفته، یعنی من میگم که خیلی ها مثلا تو آمریکا این راستگراها میگن نه ما اسلحه لازم داریم که یه موقع مثلا حکومتمون دیکتاتوری نشه. یعنی چی؟ یعنی شما فهم میکنین مثلا مردم انگلستان که اسلحه ندارن قراره یه روز مثلا دیکتاتوری بشه، مثلا مردم فرانسه، مثلا سوئیس، اینا دانمارک، اینا توی ریسک این هست که اینا مردم هیچ کدوم از این کشورها اسلحه ندارن، اینا من میتونم به احتمال خیلی زیاد بگم نگران ریسکی که اینا یه موقع دیکتاتوری بشن و نگرانش نباشید. ولی یعنی اگر این حرفتون درباره ایران درست باشه، به نظر من درباره کشور برای آمریکا این اتفاقا یک شرمه. یعنی من که متاسفم که آمریکا اینقدر فرهنگ اسلحه داره، یعنی اسلحه دوستی داره. بگم بگو بگو
ببین کشورهایی که مثال بزنید، حتی خود امریکا که امکان دیکتاتوری شدنش خیلی ضعیفه، آره قبول دارم، ولی اینا ببین از اول که اینجوری نبود، به اینجا رسیدن. یعنی اگر اونها از اون روزهای اول خب مردم اینقدر اسلحه نداشتن، امکان داشت اونجا هم بشه، ما نمیدونیم که. ولی خب آره الان انقدر کشور امریکا مثلا پیشرفت کرده، انقدر رسانه های مختلفی داره، خب آره الان نمیتونه اصلا اونجوری بشه، خود مردم اون جامعه اینو نمیپذیرن، قبول نمی کنن. ولی خب میگم حالا یه کشورهای مثل مثلا کشور ما که هنوز به اون جایگاه نرسیده، هنوز به اون سطح آگاهی در مورد مسائل دموکراسی نرسیده، خب آره اگر مردم ما آگاهی رسیده، دولتش عقب افتاده است. معلومش که آگاهیشو دارن که دموکراسی. نه آگاهیشو دارن که آگاهیشو دارن. ببین اگر که ما مردم آگاهی داشتن، شما نگاه کن طبق آماری که خود جمهوری اسلامی داره میده، بین 300 تا 400 نفر در ایران کشته میشن به خاطر مسائل عقیدتی، مثلا همین که پدره میره بچه‌شو مثلا تیکه پاره میکنه. خب این خودش نشان دهنده چی؟ یعنی چی آگاهی دموکراسی؟ خب سطحش پایین‌تر نسبت به خیلی کشورهای پیشرفته. نمیگم ما نداریم آگاهی، ما هم داریم، ولی ما بخوایم، من خودم بخوام با یکی مثلا فرض دانمارکی مقایسه بکنم، من فکر میکنم سطح من شاید پایین‌تر باشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما زمانی که مطالعه داشتیم تو این زمینه خیلی کم بوده، ما تازه به این خیلی مسائل رسیدیم، مثلا شاید مثلا 40 ساله، ولی اونا خیلی قدیمی تره. من یه چیز کوچک تو لایو چت رو هایلایت بکنم برای اینکه من خیلی برام جالبه. حسین جواری میگه اینم فرهنگ کشوری هست که شما حامیشان هستین مثل آمریکا. حسین واقعا من نمیفهمم شما اصلا بلد نیستین گوش بکنید. من این همه از آمریکا نقد میکنم، شما اصلا توانایی گوش کردن به حرف کسایی که منتقد، یعنی نظرشون با شما فرق داره، ندارین. خودت هم اینجا میگی عقب افتاده. خودت یا آرمین عزیز ادب رو رعایت کن. نه، دولت حکومت ایران عقب افتاده است، که کشور ایران هم عقب افتاده است، این واقعیت منم میگم. زنبال بگو. من گلن منتظر، رایان منتظر، سری بگو. آره. ببین ما همین بحث دموکراسی که من میگم، ببین شما وقتی که میری پیش پزشک، پزشک میاد مثلا نظر میده، میگه آقا طبق مثلا چیزایی که من میبینم شما بیمار هستی. خب ما بعدا میگیم بیمار خودتی و جد و آباد، من اصلا قبول ندارم. خب ببینید داستان اینه، ما باید یه سری واقعیت ها رو قبول بکنیم. خب ما نسبت به خیلی چیزها عقب افتاده تر این تو خیلی مسائل نسبت به کشورهای دیگه. بعد میگم خیلی هام همش فقط دنبال اینم، مثل همین امید دانا که آره مثلا آمریکا اینجوری، آمریکا اونجوری. بارها ما تو صحبتامون گفتیم آقا اصلا ما با آمریکا چی کار داریم؟ ما میخوایم خودمون پیشرفت کنیم. نه، ما با آمریکا کار داریم. ما با آمریکا کار داریم. ولی منظورم اینه که مثلا توی یه سری مسائل آخه مغلطه هم میشه دیگه. مثلا الان اسمش هم یادم رفت اون دفعه هم گفتی که مثلا ما میگیم آقا چرا در ایران مثلا شما اومدین اینو کشیم؟ میگه خب تو آمریکا میکشن. خب میگم آقا ما تو این مسائل کاری نداریم، ولی ما آره نقدم میکنیم، ما هر جایی مثلا به ظلم مغلطه چیم. پس اون چی؟ آره. پس اونم چی؟ خب نقد هم ما بله داریم. ما هر جا به یه انسانی بخواد ظلمی بشه، ما همیشه نقد میکنیم. ما انسانگرا هستیم و نقد هم میکنیم، میگیم آقا چرا مثلا در امریکا مثلا اونجا ظلم شد به اون انسان، یا مثلا در ژاپن، یا در کشورهای دیگه پیشرفت، یا در کشورهای آفریقایی، در کشورهای چیز. حالا من خیلی صحبت نمیکنم، رایان هم احتمالاً من اشتباه گفتم، میشه مغلطه پس چه ایزم. مرسی زنبال، من لذت بردم از صحبتات، مرسی که اومدی. یه سری حرفات درست بود، من اشتباه کردم، تو درست گفتی در باره فرهنگ و خیلی ممنون.